همکارم کیمیا قربانی در همین باره از ایتالیا همراه ماست. کیمیا، تفاوت مأموریت اتحادیه اروپا با مأموریت انگلیسی آمریکایی که در حقیقت در دریای سرخ داره انجام میشه در چه خواهد بود و چرا انقدر این مأموریت و عملیات نظامی در کل برای ایتالیا مهمه؟ بله فرناز، این یک عملیاتی هستش که گفته میشه دفاعی هستش و برخلاف انگلیس و آمریکا که در خط مقدم هستن، حضور خواهد داشت اتحادیه اروپا برای بازگرداندن امنیت و حفظ امنیت در منطقه گسترده تر حتی از دریای سرخ، از کانال سوئز تا تنگه هرمز قرار هستش که اونجا حضور داشته باشن، حداقل با 3 ناوچه جنگی بسیار بسیار مجهز. و اما اتحادیه اروپا همچنان عنوان میکنه که مستقل هست از آمریکا و انگلیس و این عملیات دفاعی خواهد بود، اما همینطوری که گفتی حتی ممکن هست که از زور استفاده بکنن. و تالیانی وزیر امور خارجه ایتالیا هم عنوان کرد، گفت که ما در واقع حمله نمی کنیم به پایگاه های شورشیان حوثی، اما هستیم و اگر در زمانی که لازم باشه برای دفاع از کشتی های تجاری حتما شلیک خواهیم کرد. و حالا خب ایتالیا در خط مقدم قرار داره و در تلاش هستش برای در دست گرفتن در واقع این عملیات، فرماندهی این عملیات. و روزنامه کوریر دلا سرا هم سندی رو دیده که میگه در اون گمانه زنی هایی داره انجام میشه برای اینکه بتونه در واقع ایتالیا در خط مقدم و فرماندهی این عملیات مهم نظامی رو که تاریخی خواهد بود برای اتحادیه اروپا در دست بگیره. اما اهمیت بسیار زیادی هم برای اتحادیه اروپا هم برای ایتالیا داره، برای اتحادیه اروپا به این دلیل که مثلا نمیتونن دیگه تاخیر بارهایی که بسیار مهم هستش برای اتحادیه اروپا رو بگیرم. و برای ایتالیا مهمه به خاطر اینکه بخش مهمی از نفت و گاز ایتالیا از اون منطقه داره میگذره و حدود 3% ببخشید 1/3 از کل نفت و گاز کشور ایتالیا تأمین میشه از کشورهایی که حالا درگیر هستن در این جنگ. و به همین خاطر هستش که به اجبار مجبور هستش که در این عملیات حضور داشته باشه و مراقبت بکنه از دارایی‌های گازی و نفتی خودش. متشکرم از توضیحات کیمیا قربانی از ایتالیا.